با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز چهارشنبه دهم ماه اسد سال 1396 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. افزایش تلفات حمله گروهی بر مسجد جوادیه در بکرآباد شهر هرات. اخ ما مسلمانی، اخ اینا به مسجد آمدن، این خونه خدای، این خونه خدا بسرمونه. مبادر شدن دندوغوری ولایت بغلان به مرکز صوف و اداره طالبان. حمله انتحاری بر کاروان موترهای نیروی خارجی در شهر کندهار. کمک آلمان برای فراهمسازی آموزش‌های نظری برای دانش آموزان 11 ولایت افغانستان. بسترسازی بکنیم برای اونم جوانای ما که در مارکت کار افغانستان در ورکشاپ‌ها و فابریکات خرد و بزرگ و متوسط کار میکنند. و سوگند وفاداری شاهد خاقان عباسی نخست وزیر موقت پاکستان. نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان حمله بر مسجد جوادی را در شهر هرات یک عمل زشت می‌داند. این مقام از سازمان ملل در افغانستان بر کیفر طراحان چنین حملات تاکید می‌ورزد. چهار انتحار کننده شام دیروز بر مسجد جوادی در شهر هرات حمله کردند و مواد منفجر همراهشان را در میان نمازگزاران منفجر ساختند. در این رویداد 29 غیر نظامی جان باختند و نزدیک به 70 غیر نظامی دیگر زخم برداشتند. در این حال گروه داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. جاوید زیرا جاهی گزارش میدهد. این حمله به گونه اتفاق افتاده که نخست دو تن از انتحار کننده ها که جنگ افزار نیز در دست داشتند با مواد انفجاری از همین دروازه وارد مسجد جوادیه شدند و در نخست بر یکی از محافظان این مسجد که در این چوکی نشسته بوده شلیک کردند. سپس وارد دروازه این مسجد شدند و با مسلسل به سوی نمازگزارا در داخل این مسجد حمله کردند. پس از اینکه انتحار کننده وارد مسجد میشه صفهای از نمازگزارا را هدف شلیک گلوله قرار میده و سپس با بمهای دستی به سوی نمازگزارا حمله میکنه. اخ ما مسلمانی، اخ اینا به مسجد آمدن، این خونه خدای، این خونه خدا بسرمونه. مرگ بدی جیر خورای امریکا، اگر نمیتونیم از صاحب منصبا اردو استفا که داده میتونیم نیاییم پول انگلیس تر نخوریم. مرد دومی از دروازه دوم این مسجد از آنجا وارد خانه مسجد شده و به سوی نمازگزارا شلیک کرده و سپس پس از پایان یافتن مواد انفجاری و گلوله‌هایش خود را در همانجا انفجار داده. 54 دانه فعلا همالک داخل تلر شهیدا قدیشنی انوزه شهیدایی که ببردم به دگه جا آوردم انوزه نیاوردم اونا هم که ما انوزه آمار نداره. اما شماری از خانواده های این قربانیان ادعا می کنند با آنکه پاسگاه پلیس در 50 متری این مسجد بود اما پلیس برای نجات این نمازگزاران کار نکرد. پست امنیتی اومده گفت ما بر بیت نمیشه. بعد مثلا اعتراض کردم داده سه تا پست امنیتی صد نفر دیگه هم شهید کرده مثلا فلکی به پرواز. 7 نفر ما شهید شدند، حتی یک طفل 10 ساله ما شهید شده از ما. در همین حال محمد اسماعیل وزیر پیشین انرژی و آب حکومت را در کار تامین امنیت شهروندان کشور ناتوان می‌داند. در صورت با جدیت بیشتر فعالیت دشمن در این شهر ببینیم یقین دارم که از مردم هرات می‌خواهیم که در برابر از اینا بسیج بشن و ما در هر روز سر جنازه های برادران و خواهرای خود نشسته نباشیم. ریاست جمهوری هیئت ویژه را برای بررسی این رویداد به هرات فرستاده است تا چگونگی این حمله های انتحاری را بررسی کنند. معاون وزارت دفاع ملی میگوید که دندغوری عناصر مرکز اصلی سوق و اداره طالبان در بغلان است و تاکید می‌ورزد که برای از میان برداشتن مکانهای امن طالبان در دندغوری عملیات آغاز خواهد شد. در این گزارش به نقش اربابان با بزرگان اقوام در کاهش خشونت‌ها در بغلان نیز پرداخته شده است. شریف امیدی گزارش می‌دهد. نیروهایی که برای نگهداری از شهر پلخمری بار سنگین از مسئولیت‌ها را بردوش میکشند.
دند غوری که مربوط به حوزه ششم شهر پلخمری میشه از دو سال به این طرف در تصرف طالبان است و این بخش ها حتی گفته میشه که مرکز سوق اداره طالبان نه تنها در بغلان بل در شمال شرق کشور است و این تپه قرغان آخرین بخش است که زیر اداره نیروهای دولتی است و از این طرفترها همش در تصرف طالبان است. حضور نیروهای دولتی در تپه قرغان نباشه، دشمن میتونه که شهرهای عمومی سمت شمال البته چشمه شیر را تهدید کنه و او را بسته کنه. دند غوری از 4 سال بدین سو برای طالبان اهمیت ویژه‌ای داشته است و کمتر حاضر شدند که از این بخش راهبردی پا عقب بکشند. راکتش که در اوجه وجود داره ما عملیات آغاز میکنیم، پلان داریم که از وجود دشمن او ساحات هم پاک بکنیم. نقش بزرگان قوم برای کاهش خشونت ها در بغلان این روزها بسیار اندک هستند، اما انتقاد این بزرگان قوم از بی‌توجهی حکومت است. در دولت رابطه لقومی مشران و سرده را کم ده او په خاص مسائل کې له دوی نه هیڅ مشورې و نه غوښتله. یکی از پرسش های مهم این است، هنگامی که مسئولان امنیتی میدانن که بخش ها مکان های امن و مرکز های سوق و اداره طالبان است، پس چرا نیروهای دولتی در این بخش ها عملیات گسترده را راه اندازی نمی کنند؟ شریف امیری، تلو نیوز، دندغوری. یکم نکننده اینطوری کاروان موتورهای خارجی را در شهر کندهار آماج قرار داد. این رویداد چاشت امروز در حوزه پنجم شهر کندهار انگام رخ داد که انتظار کننده موتور پر از مواد منفجره را در برابر کاروانی که در حال گشتنی بود منفجر ساخت. هرچند مقام های محلی و نیروهای خارجی درباره تلفات این رویداد چیزی نمیگویند، اما منابع میگویند که در این رویداد تا 7 سرباز خارجی کشته شدند و یک غیر نظامی زخم برداشته است. در این باره کریم امینی گزارش دارد. حمله کننده انتحاری که سوار بر یک موتر پر از مواد انفجاری بود خودش را در میان موترهای نیروهای خارجی میرسانه و موتری که سوار بر آن بود را میکوبه و موترهای نیروهای خارجی. یا موتر بم چاودن سویده چه پرشه که مرجوب لهم آوشتی ده تروز بوری ده پیش ده دقیق و هرخام ده مرجوب لسنی در آقلی. در مورد تلفات غیر نظامیان تنها یک غیر نظامی که سوار بر یک موتر سایکل بوده و از این جاده میگذشته سطحی زخم برداشته، اما منابعی که نمیخواهند از آنها نام برده شود با ما گفتند که در این حمله از 5 تا 7 خارجی جان باختند. هلیکوپتر ملاسون را زخمیان و مری زن سر اوچت کرده نور مونده فویو که چون تلفات دارید. زه دست روان در سال دقه در خواست روان در میدان در خواست کلم برای خواهده دو تا ایشی دروب سو بلنگ هم سکل چپاکی در چنین پر ریش کراوان سی دستی بلا. در اینجا 2-4 تا 5 بار چرخبال های نیروهای خارجی و در محل رویداد نشستند و زخمیان رویداد و همچنان جسد هایی که کسانی که در این حمله جان باخته بودند را برداشتند و از اینجا انتقال دادند، اما تا کنون به گونه رسمی در مورد تلفات رویداد چیزی گفته نشده است. کریم امینی، تلو نیوز، کندهار. در شناسنامه های برقی تنها نام های این اقوام درج خواهند شد که در قانون اساسی آمده است. رئیس ثبت احوال و نفوذ میگوید که تا یک ماه دیگر توزیع شناسنامه های برقی آغاز خواهد شد، اما نام های آن اقوام که در قانون اساسی درج نشده است در این شناسنامه ها درج نخواهند شد. در قانون اساسی کشور تنها از 14 قوم نام گرفته شده است. انیسه شهید گزارش میدهد. رئیس اداره ثبت احوال نفوس می گوید که 5 مرکز این نهاد در پایتخت ایجاد شدند و قرار است تا 1 ماه دیگر توزیع شناسنامه های برخی آغاز گردد. دیروز قرارداد تکنولوژی معلوماتی تذکره الکترونیکی و قرارداد دوباره تجدید شد و تمدید شد که او خودش هم یک بخش مهم از آمادگی ما بود. در حالی که در افغانستان ده ها قوم بزرگ و کوچک زندگی می کنند، اما بر بنیاد قانون اساسی تنها 14 قوم افغانستان در وزارت عدلیه ثبتند. اداره ثبت احوال نفوس می گوید که نام های 14 قوم را در شناسنامه های برقی خواهند نوشت. از این 14 قوم عمده افغانستان که در قانون اساسی از نام برده شده،
هموطنان ما میتونن که از مو انتخاب بکنن و قیمتشان هم در این کار چاپ میشه. اگر تصمیم گرفته شد که ما بیشتر از او اقوام تذکر بدیم، او یک موضوع است که مربوط به خود نهادهای تقنینی و خود رهبری حکومت وحدت ملی میشه. وقتی که اونا تمایل داشته باشن که قومشان درج تذکرهای علی نکتینی نکی شود، من حیث یک افغان، من حیث یک شهروند باید به صدای اونا لبیک گفته شود. توزیع شناسنامه های برقی از چند سال بدین سو از بحر اختلاف دیدگاه ها بر سر ماده ششم قانون ثبت احوال نفوذ که نوشته شدن واژه های ملت و قوم در این شناسنامه هاست توزیع نشدند، اما بر بنیاد فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهور اکنون این مشکل حل شده است. وزارت امور خارجه آمریکا ایران را به بی‌ثبات ساختن افغانستان متهم می‌سازد. وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید که ایران با تلاش‌های توسعه جویانه‌اش در یمن، عراق، سوریه و نیز در بخش‌های از افغانستان این بخش‌ها را بی‌ثبات می‌سازد. وزیر امور خارجه آمریکا می‌افزاید که ایران با این کارهایش می‌کوشد تا نفوذش را در خاورمیانه و بخش‌های دیگر جهان نگه دارد. ایران بار دیگر به دامن زدن نامی‌ها در افغانستان متهم می‌شود. ریکس تیلرسن وزیر امور خارجه آمریکا از آنچه که تلاش‌های توسعه جویانه ایران در خاورمیانه و نیز در افغانستان می‌خواند انتقاد می‌کند. مقصد ما این است تا با متحدانمان در منطقه کار کنیم و تلاش‌های توسعه جویانه ایران را برای بی‌ثبات سازی یمن، عراق، سوریه و نیز بخش‌های از افغانستان به اثر سازیم. فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌ای که وزیر امور خارجه آمریکا از آن سخن می‌زند، به باور برخی از اعضای مجلس، بخشی از رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در افغانستان هستند. قطعاً جنگ ما نیست. جنگ ایران آمریکا هست، جنگ ایران عرب‌ها هست، جنگ ترک‌ها آمریکایی‌ها هست، جنگ هندی‌ها پاکستانی‌ها هست. و باید مسئولین ما به این امر توجه کنند. این بار نخست نیست که چنین اتهام بر ایران بسته می شود. ایران پیش از این نیز بارها به همکاری با شاخه های از طالبان در افغانستان متهم شده است. دو مسئله است. اول خب این کشورها اینجا استراتژی های طویل المدت خود دارن، میخوان از طریق فشار و از طریق اعمال نفوذ به اون نقاط استراتژیک خود برسن. نقطه دوم این است که ایرانی ها به خصوص کوشش میکنن که حریف استراتژیک و دشمن استراتژیک که ایالات متحده آمریکا است و دولت افغانستان متحد استراتژیک از او است، او را یک نوع تحت فشار بیاره. دیدگاه سفارت ایران را در این باره گرفته نتوانستیم، اما تهران پیش از این هر گونه مداخله در امور داخلی افغانستان را رد کرده است. نهاد همکاری‌های جهانی آلمان می‌خواهد که در کابل و 11 ولایت دیگر کشور زمینه‌های آموزش‌های نظری را به هزاران جوان فراهم سازد. این نهاد می‌گوید جوانان را که در بازارها به گونه عملی کار می‌کنند آموزش نظری خواهند داد تا بتوانند مهارت‌های حرفه‌ایشان را بهتر سازند. این برنامه با کمک وزارت معارف عملی می‌شود. وزارت معارف می‌گوید که بر بنیاد این برنامه جوانان در درازای 3 سال در رشته های کاریشان همچون ترمیم موتر، آرایشگری، خیاطی و نجاری آموزش می‌بینند و سند فراغت نیز به دست می‌آورند. نبیله اشرفی گزارش می‌دهد. هارون 2 سال می‌شود که در بخش ترمیم موتر کار می‌کند. وایک می‌گوید که برای یادگیری ترمیم موتر از رفتن به مکتب باز ماند، اما اکنون زمینه فراگیری ادامه آموزش برای او فراهم شده است. دینامو یک موتور سیمپیچی میکنیم یا کتاوتا و در مکتب همی سیمپیچی را که از کدام نوع سیم استفاده میکنیم از کدام نوع مواد اینو میره برای ما تدریس نمیده تمی فیلم کوشش کنه امشالا که بخی در جای میرسه دوکانم میتونه یک وظیفه بسیار خوب میتونه. این برنامه که به همکاری وزارت معارف عملی می شود، هزاران جوان در کابل و 11 ولایت در بخش های ترمیم موتر، نجاری، آرایشگری آموزش خواهند دید. ما بتوانیم بسترسازی بکنیم برای اونمون جوان های ما که در مارکت کار افغانستان در ورکشاپ ها و فابریکجات خرد و بزرگ و متوسط کار میکنند. بر بنیاد یک بررسی نهاد همکاری های جهانی آلمان، از 600 هزار تا 1 میلیون جوان در بازار کار افغانستان در این رشته ها کار میکنند، اما این رشته ها را به گونه حرفه‌ای فرا نگرفتند.
تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرها از طلوع و طلوع نیوز. شاهد خاقان عباسی به حیث نخست وزیر موقت پاکستان سوگند وفاداری یاد کرد. آقای عباسی دیروز با بدست آوردن 221 رأی موافق از سوی پارلمان پاکستان به حیث نخست وزیر موقت این کشور برگزیده شد. وی بر ادامه سیاست های نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان تاکید می‌ورزد. نواز شریف 5 روز پیش با اتهام فساد مالی از سوی دادگاه عالی پاکستان سلب صلاحیت شد. شاهد خاقان عباسی پس از برگزیده شدن همچون نخست وزیر موقت پاکستان سوگند وفاداری یاد کرد. او در کاخ ریاست جمهوری پاکستان از سوی ممنون حسین سوگند داده شد. من شاهد خاقان عباسی از ته دل سوگند می خورم که مسلمان هستم و به وحدانیت خدا ایمان دارم. شاهد عباسی از یاران نزدیک نواز شریف بوده است و پیش از این وزیر نفت پاکستان بود. آقای عباسی و اعضای دیگر حزب حاکم مسلم لیگ نواز بر ادامه سیاست‌های نواز شریف تاکید می‌ورزند. فکر می‌کنم که شما گواهی ادامه سیاست‌های بزرگ مسلم لیگ نواز با همان قدرت پیشین خواهید بود. ما مجبور هستیم برای مردم کار کنیم و در انتخابات سال آینده نیز باز کردیم. در همین حال حزب مردم پاکستان که از احزاب مخالف حکومت این کشور است به آینده کاری شاهد عباسی امید چندان ندارد. او یک نخست وزیر موقت است و تنها برای مدت کوتاه یعنی 45 روز کار خواهد کرد. او کرسی نخست وزیری را برای فرد بعدی آماده خواهد ساخت. پس درباره کسی که تنها برای انجام یک وظیفه قانونی به اینجا آمده است چی بگوییم؟ قرار است تا نزدیک به 2 ماه دیگر شهباز شریف برادر نواز شریف به مقام نخست وزیری پاکستان برگزیده شود. با توجه به اکثریت حزب مسلم لیگ نواز در پارلمان پاکستان انتظار می رود که او به آسانی به این کرسی دست یابد. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. رکس تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که واشنگتن به دنبال تغییر دادن حکومت کره شمالی نیست و با این کشور هیچ دشمنی ندارد. این در حال است که کره شمالی با دشمن خواندن ایالات متحده این کشور را به حمله های مرگبار تهدید کرده است. شاهزاده فیلیپ همسر الیزابت دوم ملکه بریتانیا امروز رسما از مقامهای دولتیش کنار گیری می کند. شاهزاده فیلیپ 65 سال در کنار ملکه بریتانیا کار کرده است و اکنون که 96 سال دارد می خواهد بازنشسته شود. عربستان سعودی می خواهد که 50 جزیره را در دریای سرخ به مرکزهای تفریحی و گردشگری مبدل سازد. با کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی، عربستان سعودی می خواهد که منابع دیگر درآمدزا بیابد. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. شمار از باشندگان ناحیه 4 شهر کابل میگویند که با گذشت 1 ماه گشایش پروژه ساخت جاده پروان سوم اکنون کار ساخت این جاده دوباره متوقف شده است. آنان میگویند که افزون بر ساخت این جاده سرنوشت پروژه های ساخت آبروها با 4 راه پروان سوم نیز از سالها بدین سو نامعلوم است. از سوی هم شهرداری کابل میگوید که پیش از پایان این هفته کار عملی ساخت جاده پروان سوم از سر گرفته خواهد شد. حیدر شاه امید گزارش میدهد. در حدود 1 ماه پیش هنگامی که کار ساخت جاده گشایش میافت، اینجا افزون بر مقام های شهرداری، کارگران و وسایت کار همه حضور داشتند. اما اکنون دیده میشه که گویا بار دیگر کار ساخت جاده و باد فراموشی سپرده شده. شمار از باشندگان ناحیه 4 میگویند که در چندین سال گذشته بارها شهرداری کارهای ساخت این 4 راه و این جاده را به نمایش گذاشته است. کارهایی که تاکنون به جای نرسیدند. سرای پروانسه تا سرای شمالی سرکا بسیار خراب است. موتروانا مردم زمستان او جمع میشه دیگه باید دولت در این بار توجه جدی داشته باشه. یک ماه پیش آمدن اینجه که ما سبا یا دیگه سبا ما کار شروع میکنیم. از اون روزی که رفتن تا امروزی روز دیگه نه کسی آمد که ما کار کنیم یا هیچ کدام سر درکشون معلوم نشد. کل خورا دی سرک اغا اغا تولی کل دی خال تولی
دغه جار تقریبا یو کال کیږي چې ویخ تقریبا دې موږ ته ویری یو میاس دوه میاس به دربر ونیسی خو تقریبا یو کال پوره کیږي. از سوی دیگر شهرداری کابل میگوید که کارهای ساخت اینجا در متوقف نشدند و هماهنگ با برنامه به پیش می روند. علت این که کار فیزیکی بر روی سرک تا به امروز دیده نشده دلیلش این است که بعضی کارهای مقدماتی چون یک پروژه بسیار کلان است و بعضی کارهای مقدماتی بود که باید او انجام می شد. از جمله موضوع انجام بعضی تست ها بود و همچنین جابجایی و موقعیت یابی برای فابریکی قیر و جغل اندازی و اینا. ساخت جاده پروان سیوم تا سرای شمالی و جاده لیسه مریم پروژه 8 میلیون دلاری است که از سوی بانک جهانی تمویل می شود. شهرداری کابل یک ماه پیش در هنگام گشایش این پروژه گفته بود که تا یک سال دیگر کارهای آن به پایان خواهد رسید. با این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 68 افغانی و 40 پول، یک یورو 80 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 80 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 تومان ایرانی 70 افغانی و 90 پول و 1000 روپیه پاکستانی 632 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکنند. آقای ملک خوش اومده. سپاسگزار است. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. دومین دور رقابت‌های تابستانی جام فجر در کابل برگزار شد. در این رقابت‌ها بیش از 65 ورزشکار از 7 باشگاه کابل در رده‌های سنی مختلف شرکت کردند. تیم الف کرکت کشور در سومین دیدار یک روزه خود در مقابل تیم الف کرکت هند با تفاوت 113 به شکست خورد. در پایان این دیدار منش پاندیا از تیم الف کرکت هند با انجام دادن 86 به بدون اوت از سوی کادر فنی برگزاری نخبت ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. در این روزها فرهنگ ورزش صبحگاهی در میان باشندگان هرات بیش از پیش در حال نهادی نشدن است. شمار از باشندگان هرات از بحر سلامت جسمی و افزایش توانایی های بدنیشان در پارک تخت سفر می آیند و ورزش می کنند. پزشکان نیز ورزش سرگاهی را سودمند می دانند و این ورزش را در جلوگیری از فشار خون اثرگذار می گویند. در ادامه رقابت های فوتبال دوستانه اتلتیکو مادرید 2-1 به برتری در برابر ناپولی رسید. در این دیدار ابتدا ناپولی دروازه اتلتیکو مادرید را باز کرد، اما در ادامه دو بار دروازه خودش را باز شده دید و 2-1 شکست خورد. با در تلاش رسانیدن داخترین خبرهای افغانستان و جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 111 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. حالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.